دوازده اشتباه بزرگ مردم در رابطه به مساجد. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه و بعد. دوستان عزیز، مسلمانان خوب، خواهران و برادران ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عزیزان، قسمی که ما در یکی از درس های دیگریم زیر عنوان 17 اشتباه بزرگ مردم در رابطه به نماز روی بعضی از موارد من مقدمه گذاری و این کردم که دین ما دینی با برنامه است. ما حق نداریم از پیش خودمان و از نزد خودمان چیزهایی را اختراع بکنیم، در دین اضافه بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که کسی که در دین ما یک چیزی را نو آوری میکنه ولی در قالب دین ما سازش نداره، از طرف ما رد هست، ما مردودش میشماریم، خدا قبولش نداره. در این روزها و در این شرایط، در اثر گوش ندادن به دعوت علما، در اثر نبود فرهنگ درست اسلامی حاکم در جامعه در میان مردم، یا در اثر بی‌توجهی مردم در برابر فرهنگ اسلامی در هر عرصه زندگی، یک تعداد اشتباهات در هر عرصه دیده میشه. در هر عرصه زندگی، به خصوص در موارد عبادی و پرستشی، یعنی دین مذهبی، از آن جمله یک تعداد اشتباهاتی است در قبال مساجد. مساجد اولین پایگاه فکر و عقیده و اندیشه و ایدئولوژی اسلامی و قرآنی در اسلام است. پیامبر معظم اسلام علیه السلام اولین تعلیمات خود را و اولین آموزه ها و تربیت های خود را که بر صحابه می کرد از مسجد آغاز کرد. خانه ارقم ابن ابی ارقم در نزدیکی تپه صفا که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدت 3 سال به طور مخفیانه اونجا دعوت میکرد، در واقع مسجد هم بود، نماز میخواندن. اونجا هم نماز میخواندن، هم ذکر میکردن، هم سکونت داشتن. صحابه اونجا گرد میامدن. یا اگر در مدینه بیاییم، مسجد قبا که اولین مسجدش در اسلام بنا شده، یا مسجد نبی در مرکز شهر مدینه، این همه پایگاه های بزرگ فکری فرهنگی اسلامی است که از قداست و بزرگی و شأن و مقام عالی در پیشگاه خداوند جل جلاله و در دین اسلام برخوردار است. ولی در اثر بعدها، با مرور زمان، در اثر بعضی از بی‌توجهی ها، بعضی از فرهنگ زدگی ها، مسلمانان بعضی چیزها و بعضی کارهای را در رابطه با مسجد ایجاد کردن از پیش خودشان که در دین اصلا جا نداره و درست نیست، هیچ مذهبی نمیپذیره. و اشتباهاتی است که تنها مذهبی نی، بلکه عقیدتی و کلامی هم است. حتی فطرت انسان او را نمیپذیره. سلیقه و فطرت سلیم یک انسان او را قبول نداره. یک تعداد بی ادبی ها، گستاخی ها، بی توجهی ها، بی غوری ها نسبت به مساجد است که باید ما متوجه باشیم. ما یک مورد میخواهیم بگویم، هدفیم اهانت به ملت های شریف افغانستان عزیزم نیست. ما همیشه گفتیم که ما کشور عزیز ما و مردم عزیز ما زیاد دوست دارم، به هر زبانی که هستند صمیمانه دوستشان دارم و همیشه کوشش کردیم و دعا کردیم به خاطر خدمت به مردم خداوند از ما شب و روز استفاده بکنه و کار بگیره. ما یک چیز میخواهیم بگویم است که در افغانستان عزیز ما هر چیز هست ولی فرهنگش نیست. ما مسجد داریم ولی فرهنگ استفاده از مسجد را خیلی کم از مردم ها میفهمه. ما دانشگاه، مدرسه، مکاتب، تعلیم سراها، آموزشگاه ها و همه موارد فکری فرهنگی یا در سایر موارد داریم. ما پیشرفت و ترقی داریم تا حدی، ولی فرهنگش را نداریم. متوجه باشیم، در حالی که داشتن فرهنگ چیزی ابتدایی و چیزی موقوف علیه است که باید اول داشته باشیم. یکی علم است، یکی علم علم است. علم داشتن یک معلومات، علم علم فرهنگ داشتن امو معلومات، فرهنگ داشتن امو رساندن امو چیزی برای مردم. پس علم علم ضرورتر از علم است. لحاظا فرهنگ
داشتن یک چیز، فرهنگ کار گرفتن از یک چیز مهمتر از داشتن او چیز است. مهم است که ما فرهنگ یک چیز داشته باشیم. اگر خود چیز نداشته باشیم اشکال نداره، چرا یک روز به دست ما میایه. بهتر است که ما فرهنگ او چیز داشته باشیم، شیوه و طریقه استفادهش به طور درست و اسلامی بفهمیم، به طور انسانی بفهمیم. لحاظ اشتباهاتی است که در این قسمت وجود داره. یکی از اشتباهاتی که در قبال مساجد ما نادرست انجام میتیم و دوچار اشتباه میشیم این است که ببینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم نقش و نگارهای بیش از اندازه مساجد را یکی از نشانه های قیامت خوانده و گفته که مساجد در ظاهر خیلی نقش و نگار و پر نقش و جلا هست، ولیکن از نقطه نظر نمازخوان و از نقطه نظر معنویت کاملا مخروب است و خراب شده است. این یک اشتباه است. کوشش بکنیم ما مصارفی که در نقش و نگار بیش از حد مدرسه، بیش از حد مساجد انجام میتیم، امو مصارف را کوشش بکنیم که در سایر موارد مسجد، در برنامه های فرهنگی مسجد کوشش بکنیم، در بعضی از برنامه های تشویقی مردم در آمدن به نماز و شرکت در برنامه های تربیتی اسلامی مصرف بکنیم. ببینید یک راه است. این شد علم. علم یعنی فرهنگ استفاده از مسجد و فرهنگ داشتن مسجد. ما مساجد را میبینیم خیلی زیباست. ما مساجد را داریم در کابل ما یا در سایر ولایات، آنقدر زیباست که وقتی که آدم داخل شود خوش آدم نمیاد که دوباره پس بیرون شود. فکر میکنیم که به یک مدتی باشیم تا که ببینیم این همه منظره های دلانگیزی شه. وقتی که متوجه شیم در صف نماز امام با چند تن از محاسن سفیدان نماز میخونه، اشتباهی خیلی بزرگی است. بزرگان، کسانی که در رأس مساجد وجود دارند، دعوتگران، کوشش بکنن که به جای از اینکه به علم به خود داشتن مساجد چی میکنن، بیشتر کوشش بکنن به فرهنگ داشتن مساجد مردم را دعوت بکنن، مردم فرهنگ سازی شون. بستر فرهنگ اسلامی اندر باب استفاده از شؤون مختلف در زندگی بر از اونا صحنه سازی شود و بر از اونا بستر سازی شود و هموار شود. دومین اشتباه این است که زیاد بودن مساجد در یک گذر کوچک. شاید بعضی از دوستان ما فکر بکنن که عجیب است، آدم میگن که در یک گذر باید مساجد زیاد نباشه. مساجد زیاد باشه خود زمینه نماز خواندن زیاد مساجد است. نه، مساجد از ایجاد مسجد، به خصوص مساجد جامع و مساجدی که خطبه های جمعه در اونجا خوانده میشه، نماز جمعه ادا میشه، در اسلام خود شرایط داره عزیز. ما در کتاب های فقهی مراجعه بکنیم شرایطش را باید بفهمیم. نمیشه که در یک گذر صد خانه ما چهار مسجد جامع داشته باشیم. این تفرقه ایجاد میکنه در میان مردم، رقابت های غیر سالم در میان امامان او مساجد او گذر خرد پیدا میشه. و اکثر مساجد ما دیدیم در اثر عقده های شخصی بنا شده. دو نفر پولدار زمانی که دیدن امام او مسجد طبق دهل اینها رقص نکردن، رفتن مسجد شخصی بنا کردن. یعنی تفرقه ایجاد کردن میان امت، میان صد خانه‌ای که باید در یک مسجد نماز بخونن در یک صف در پیشگاه پروردگار سجده بکنن، اینا تفرقه ایجاد کردن، سبب تفرقه میشه. پس چیزی که سبب تفرقه شه، ولو که هر چی خوب هم باشه، او در پیشگاه پروردگار ارزش نداره. مگر ما مسجد زرار را نشنیدیم؟ مسجد زرار به این هدف ساخته شده بود که پیامبر در اونجا ترور شود، با قصد ترور پیامبر در اونجا جور شده بود. خداوند جل جلاله در قرآن یاد میکنه این مسجد را. و پیامبر وحی میفرسته که در مسجد نرو، این مسجد زود خراب بکو، که زیربناش بر اساس اهداف شوم ساخته شده و این خرابی های زیاد ایجاد میکنه در نظام جامعه اسلامی. و پیامبر دست به تخریب و زدور از بین برد و مسجد کسر اجازه نداد که مسجد در اونجا نماز خوانده شده. ببینیم، پس این یک اشتباه است. بزرگان قومی، دعوتگران، امامان، علما باید در این قسمت به مردم فرهنگ سازی بکنن، بر مردم ذهنیت بده که بجای اینکه زیاد مسجد آباد میکنن، کوشش بکنن که مردم جمع شود در یک مسجد بیشتر نماز بخونن. و نماز جماعت بیشترین فلسفه هایی را داره که انشاءالله ما فلسفه ها، خوبی ها و زیبایی هایش را در طی یک برنامه دیگری به حضور شما خوبان و عزیزان دوست داشتنی تقدیم خواهد کردم. هم از نقطه نظر سیاسی، هم از نقطه نظر فکری بیداری اسلامی، هم از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی، در هر بود انشاءالله ما برنامه در این قسمت ترتیب خواهد دادم برای شما عزیزان. سومین اشتباه در قبال مساجد ای است که اعلان خبرهای تجارتی در مسجد. این خیلی مسخره است. در واقع یک خیانت است در حق پیامبر عزیز ما، در واقع یک خیانت است در حق صحابه‌ای که
مسجد نبی را بنا میکردند، بیت میخواندند در عربی. اللهم لا خیر الا خیر الاخره فانصر الانصار والمهاجره. این بیت را میخواندند با زمزمه بزرگ. پیامبر با اونها کمک میکردند، مسجد آباد شد. آنقدر با شوق بزرگ این مسجد را آباد کردند و این مسجد در بنای شکوهمند تعمیر فکری و اندیشه امت اسلامی آنقدر مؤثر تمام شد که اگر ما در صحنه های سیرت پیامبر مراجعه بکنیم، نقش مسجد پیامبر را که صحابه با عرق های زیاد ای را بنا کردن مطالعه بکنیم، باور بکنین که اشک از چشمان ما جاری میشه. لذا اگر ما میاییم خبرهای تجارتی خود را در مسجد اعلان میکنیم، ما با صحابه هایی که اولین مسجد را در اسلام بنا کردن خیانت بزرگ کردیم و خیانت بدترین جرم است در پیشگاه خدا و پیامبر. علما نگذارن مسجدشان این گونه ابزار دستی قرار بگیره. محاسن سفیدان و مردم های با رسوخ باید برای خود اجازه ندن که از مسجد چنین استفاده ابزاری بکنن. یک اشتباه بزرگی است. حتی بر میخوره به حیثیت و آبروی امت اسلامی، حتی بر میخوره به حیثیت و با آبروی دین اسلام در تمام جهان. دشمنان ما در این قسمت بر ما خورده میگیرن، بر ما اعتراض میکنن. اگر مسلمان ها به خدا و به دین خدا و به شعائر دینشان احترام داشته باشند، از مسجد صحنه های تلویزیونی و صحنه های تجارتی جور نمیکنند. اعلانات تجارتی از اینجا اعلان نمیکنند. یک اشتباه خیلی بزرگی است. در ظاهر اگرچه که خیلی کوچک، ولی خطرات خیلی بزرگی داره. یک ننگ است. اگر ما نمیخوایم در دامن دختر ما، در دامن فامیل ما کسی لکه ایجاد بکنه، پس در دامن آبرومندی، حیثیت و حریم مسجد ما هم اجازه ندیم چنین کارهایی شود. این را خیلی جدی بگیریم. یک قاعده است، تا زمانی که ما مشکلات زندگی را و بنبست هایی که بر فرارای ما میاد جدی نگیریم، ما نمیتونیم که اقدام به خاطر اثر را برداشتنش بکنیم. اول جدی بگیریم، برنامه بریزیم با تو دایی که اینها را اثر را برداریم. چهارمین اشتباه، از بعضی از مساجد را ما میبینیم در قریه ها و در قصبات یا در داخل شهر، مردم عامه به خاطر عبور و مرور از اون را ساختن. این درست نیست. آدمایی که جنوب هستند، خانمایی که در مرز ماهوار قرار دارند، یا آدمای فاسد، آدمای نادرست از او صحنه تیر میشه، مسجد جای مقدس است. آیا این اشتباه بزرگ نیست؟ یک اشتباه است که ما اکثر ماها در مسجد و در قبال مساجد قریه و قصبات خود، در مسجد گذر خود دچار اشتباه میشیم. به عنوان عالم، به عنوان یک فردی از اون منطقه، به عنوان بزرگ و سرپرست اموری و متولی و مسجد دچار اشتباهات میشیم، باید متوجه باشیم. مسجد ما جای عبادت ماست که ما در پیشگاه پروردگار سجده میگذاریم، باید حرمتش را بجا بگذاریم. حریمش در پیشگاه ما خیلی محفوظ باشه. پنجمین اشتباه، بعضی از کسانی را ما در مسجد میبینیم که بعضی از دوستان ما نماز میخوانند و اونها با آواز بلند قرائت میکنند، در حالی که یکی از آداب قرائت کردنی است. زمانی که ببینیم با کسی دیگه مزاحمت ایجاد میشه، باید مخفی بخونیم و برای دیگه کسا مشکل ایجاد نکنیم. شاید ما آیت سجده بخونیم و آدم سجده را شنیده، با او واجب است که آیت سجده را ادا بکنه، سجده تلاوت ادا بکنه، ولی از یاد شمر اینجا میشه گناهکار، عامل گناهکاری ما شدیم. چرا این کار را بکنیم؟ این یک اشتباه است. باید ما طوری مسجد داشته باشیم که مسجد یک تحفه خداوندی است. دوباره پس وقتی که ما میمیریم در پیشگاه پروردگار میرویم، باید حرمت مسجد در پیش ما محفوظ باشد تا خدا از ما خوشحال شود. ششمین اشتباه، انداختن آب دهن در بینی در مسجد، دست زدن در بینی و اخلال دندان ها در داخل مسجد و سایر کارهای دیگری. ببینیم عزیزانم، ما خیلی از هموطنان خودم ببینیم آنقدر به حرمت هستند در قبال مسجد، در داخل مسجد، که اگر در خانهش کسی دیگه این کار را بکنه، باور بکنید که با او دعوا را مندازه، ولی خودش در مسجد کار را میکنه متوجه نیست. یک اشتباه است. گفتم پیشتر که یک لکه است، یک ضربه کاری است به حریم و به حرمت پاک مسجد که بزرگترین عبادتگاه در اسلام است. این اشتباهات نباید تکرار شود. مسجد حرمت داره. خانه به عنوان یک چهاردیواری که ما در اونجا زندگی میکنیم حرمت داره. مسجدی که در اونجا عبادت میشه و بزرگترین شاعر دین خداست. مسجد جایی بود که پیامبر از اونجا فرامین اقتصادی داد،
در اونجا فرامین نظامی داد، صحابه را در اونجا تربیت میکرد، صحابه را در اونجا تعلیمات نظامی میداد، در میدان جنگ در برابر کفر و طاغوت میجنگید. چون این جایی است باید ما حرمتش رو نگه داریم، این اشتباه رو دیگه نکنیم. اگر میبینیم به دیگه کسا باید بر نحوی اونها رو بفهمانیم. اگر سخنرانی من ضعیف را دوستان عزیز در دسترسشان قرار میگیرند، باید به سمع دیگران رسانده شوند تا حرمت مسجد را به طور درست بفهمند، تا با سخنهایی که در اینجا گفته میشه همیت و انگیزه اسلامی اونها به شور بیان، تا در قبال مسجد احساسات پاک پیدا بکنند. این یک مسئولیت است. هفتمین اشتباه، اعلان و جستجوی گم شده در مسجد. روزی از روزها شطوری کسی گم شده بود در مسجد، آمد اعلان کرد، پیامبر علیه السلام میره شنید، گفت که خدایا شطوری از این تا قیامت دیگه پیدا نشه. از قهر و خشم و غضب گفت آیا مسجد جای به خاطر عزیز که ما کسی را گم کردیم از اینجا اعلان بکنیم؟ مسجد به خاطر عبادت است، به خاطر طرح‌ریزی برنامه‌های اسلامی تربیتی دینی است، به خاطر تعلیم و تعلم قرآن و فقه و حدیث است، نه به خاطر چیزای دیگر. هشتمین اشتباه، خرید و فروش در مسجد. ما کسایی را دیدیم که مسجد را محل خرید و فروش، داخل مسجد در نزدیک محراب می‌خزن معاملات تجارتیشان را می‌اندازند، با کمال غال مقال، با کمال بی‌ادبی، با کمال گستاخی، با کمال قدر ناشناسی، با کمال حرمت ناشناسی، چنان حال را در مسجد را می‌اندازند. باور بکنین که اگر در صحن اولی عمو قسم آدم‌ها دیگه کسا بیاد چنین حالت را بندازد، باور بکنین که با کمال قهر و خشم را از اولی خود بیرون میکشه، ولی خودش در مسجد چنین کار را میکنه اصلا متوجه نیست. این پیامی که در اینجا گفته میشه تنها برای قشر عامه نیست، برای دعوتگرا، برای علما، برای متنفذین، برای محاسن سفیدان، بر هر مردمی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن به عنوان بندگان خوب خدا در مسجد میرن میاین، باید حرمت مسجد رو نگه بدارن. یک قانون از یاد ما نره. اگر ما احترام میخواهیم باید احترام بکنیم. اگر میخواهیم خدا به ما احترام داشته باشد، خدا دوستمون داشته باشد، باید در مورد شعائر دین خدا خیلی محتاط باشیم، خیلی احتیاط کنیم. در غیر صورت خدا به ما احترام نمیگذاره. باور بکنیم که خدا به ما احترام نمیگذاره. خدا به ما چه نیاز داره؟ نهمین اشتباه، گرفتن یک جای مشخص در داخل مسجد. بعضی از حاجی صاحبا، بعضی از محاسن سفیدان و بزرگان و نمایندگان و قریه‌داران مسجد را ما می‌بینیم یک جای را گرفتن. اگر در اونجا ایگان تا دیگه بیا به طور نفهم یا به طور اشتباه استاد شوه، با کمال خشونت را از اونجا دور میکنه. حتی بعضی از امامان مساجد هم زیر طوری از اون میره، زیر سیطره و زیر غلبیش میره، اونجا تخصیص میده که جای حاجی صاحب است، جای دگروال صاحب است یا جای قریدار صاحب. نه عالم عزیز، اگر تو در صورتی که حرمت مساجد را میفهمی، خودت چنین زمینه ای را برای آجی صاحبی که از شریعت آگاه نداره، برای او خریدار صاحبی که از شریعت آگاهی نداره، برای از او مساجد بسازی، پس او فردا کار بزرگتر از این را میکنه، توهین بزرگتر از این را در حق یک نمازگزار دیگه میکنه. هیچ کس در مسجد حق نداره که یک جای را خاص بگیره. ملکیت پدری و ملکیت شخصی هیچ کسی نیست. مسجد از عامه مسلمان هاست. اگر رئیس جمهور هم در یک جای میایه، حق نداره که یک نفر از صف نماز پس بکنه، خودش یا بادیگارداش او برو در اونجا نماز بخونه. اگر او نما او انسان مسلمان به عنوان یک مسلمان با احترام خودش کار کرد، خانهش آباد. در غیر صورت هیچ کسی حق نداره. اسلام با این اعلان خود، با این قانون و ضابطه خود، مساوات عمومی را در بین عموم مردم اعلان میکنه. پیامبر در حج عبیدا، در آخرین حج خود، برای مردم اعلان کرد که هیچ سیاهی بر سفیدی و هیچ بایی بر فقیری، هیچ ثروتمندی بر فقیری برتری نداره جز به تقوا. متوجه باشین، فقط به تقوا. یک اشتباهی است که نباید ما دیگر مرتکب شویم و متوجه باشیم و این دعوت را و این ویدیو کلیپ را به سمع تمام مردم برسانیم تا در قبال مسجد متوجه باشه. دهمین اشتباه، بعضی از دوستان ما میان اذان و اقامت در داخل مسجد هستند. اذان گفته میشه در مسجد هستند، تا وقتی که نوبت اقامت میآید، با کمال جنجال، با کمال غال مقال، با کمال بی‌ادبی، گپ زدن از سیاست جامعه، گپ زدن از اوضاع جامعه، از خرید و فروش، از کاروبارشان، از دیقانی و چوپانیشان یاد میکنن. چی محاسن سفیدا، چی جوانا، یک بی‌حرمتی در شأن مسجد است. علما، امامان مساجد در این قسمت مسئولیت عام و تام دارن، باید برسانن. دو روز سه روز در قبال حرمت مسجد برایشان صحبت بکن، در قبال
جایگاه و مکانت عالی که مسجد در اسلام داره صحبت بکن، آداب مسجد برشان بگو. اگر بعضیا از روی سرزوری و از روی ایناد ای کار نکردن، حتی تعدیبشان بکن. ما مسئولیت دارم در قبال مسجد، تا که یک کسی که اگر به یک جایگاه بزرگ اجتماعی هم قرار داره، باید به یک نحوی درست تنبیهشان بکنیم و تعدیبشان بکنیم تا دست به کار نزنن. به عنوان یک کسی که دعوت را به شیوه درست بفهمه و شیوه سالم خوبش. یازدهمین اشتباه، برگزاری مراسم توی و عروسی و مردمی در مساجد. ما امروز دیدیم داخل مسجد دسترخوان‌ها هوار است، عروسیشان خیراتشان در داخل مسجد، مردم ها با پایی که بدون برهنه باشند، مردم هایی که اصلا سالیان سال مسجد را ندیدن میان در اونجا با کمال بیتارتی و بی‌نظافتی میان مسجد. ای ببینی حرمت مسجد زیر پا میشه. باور بکنین که بزرگترین خیانت در حق حرمت مسجد است. در این قسمت باید ما خیلی متوجه باشیم، نادیده نگیریم. باور بکنین اگر ما دین خدا را نادیده بگیریم، اگر ما قوانین خدا را در عرصه های مختلف زندگی خود و در عرصه های مختلف زندگی سایر بندگان نادیده بگیریم، خدا ما را نادیده میگیره. احترام کنیم تا احترام شویم. بیاین شعائر خدا را مد نظر بگیریم تا خدا ما را مد نظر بگیره. مراسم مردمی و نانخوری در مسجد، جنجال های قومی، برنامه های در افغانستان در طول چند سال به نام همبستگی ملی، چی بی انصافی ها و چی بی نظافتی ها و بی نزاکتی ها را در داخل مسجد می کردن هر کس. حتی بده و دشنام و جدال علیه هم دیگر می خستن در داخل مسجد. یعنی اشتباه است. امام عزیز، کسی که امامت او مسجد را به دوش داره، کسی که سرپرستی امور او مسجد را به دوش داره، در پیشگاه پروردگار سخت مسئول و موظف و مکلف هستی که باید حرمت مسجد را نگه بداری. و از این قسمت باید از موقف خود به طور درست استفاده بکنی. یک اشتباه است، باید ما اشتباه را نکنیم. دوازدهمین اشتباه، مجالس حل منازعات قومی در داخل مسجد. این نادرست است. اگر یک اتاق به خاطر شورا جور میکنن، در یک جای دیگر جور بکنن، با استفاده از مردمان عاقل و درست در اونجا این کار تدبیر بکنن، در داخل مسجد درست نیست. مسجد فقط به خاطر عبادت خداست. کارهایی که عبادت برشمرده میشه در مسجد درست است، در غیر صورت درست نیست. یک قاعده است، هر کاری که عبادت برشمرده میشه درست است. اگر در ذهن ما بگرده که خب حل منازعات قومی هم در اینجا خو یک عبادت است، یک خدمت به مردم است، نه، در کنار از این بعضی بی‌نزاکتی ها هست، بعضی کشمکش ها و جنجال ها هست. از این خاطر بهتر است که در داخل مسجد این کار نشه. لحاظ از داریم 12 اشتباهی که مردم عامه ما بیشتر مرتکب چون اشتباهی میشن، و خصوص قشری که تعلیم نایافته هستن، دانش ندیده و سواد ندیده هستن، این کار را زیافتر میکنن. و این 12 اشتباه در واقع اگر کلگش در یک مسجد جمع شود، دیگه هیچ حرمتی برای مسجد باقی نمیمونه و هیچ جایگاهی برای مسجد دیگه در نظر گرفته نمیشه. پس ارزش مساجد خود را بفهمیم. مساجد ما پایگاه های جنگ و مبارزه و پیکار معنوی فکری روحی علیه نفس شیطان است. مساجد ما مکتب و دانشگاه و آموزشگاه تربیت فکر ما هست در زندگی. مساجد جایی است که ما از این آدرس در پیشگاه پروردگار سربلند هستیم، از این آدرس بهشت میریم، از این آدرس به لقای پروردگار می پیوندیم. پس این آدرس، آدرس مقدس است. مقدس ها همیشه با ارزش هست. با ارزش ها همیشه لیاقت عزیزی داره که ما هر نوع تلاش را به خاطر حفظی حرمتش انجام بدهیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.